درود بر شما. به تماشا و شنیدن 36 برنامه از سری برنامه های روزگار آلترناتیو که در دفتر انتشارات حزب سکولار دموکرات ایرانیان تهیه میشه خوش اومدید. بیژن آتشینجان هستم و یادآوری میکنم که حزب ما از آغاز سال جاری 2022 با احساس اینکه اپوزیسیون حکومت ایران وارد عصر نوینی از حیات خود شده و لازمه به شرایط این عصر نوین پاسخ بده، دست به تهیه یک سلسله برنامه پیرامون روند آلترناتیو سازی زده که اکنون 36 قسمت اون رو مشاهده می‌فرمایید. اگه قسمت‌های قبلی رو هم مشاهده کرده باشین، حتما در جریان هستید که در طرحی که دکتر نوری‌علا تحت عنوان روند آلترناتیو سازی پیشنهاد دادن، این روند از مراحلی ششگانه می‌گذره. در منزل پنجم اعلام موجودیت میکنه و در منزل آخر هم دست به کار انجام وظیفه میشه که قبلا به عنوان هدف انتخاب کرده. مثل همیشه ازتون دعوت میکنم که ابتدا به ویدیویی که دکتر نوری علا تهیه کردن توجه کنید و پس از اون با هم به جمع هموندانی که داوطلب شرکت در هماندیشی حزب شدن بریم. با هم ببینیم و بشنویم. درود بر شما. خب به اصطلاح به مبارکی و میمنت، حالا دیگه مرحله اعلام موجودیت آلترناتیو رو پشت سر گذاشتیم و موجودی به دنیا آمده که از یه طرف آرزومند شناخته شدن از جانب میلیون ها ایرانی نومید و مخالف حکومت اسلامیه و از طرف دیگه موظفه که در راستای اهدافی که از آرزوهای اکثریت همین ملت برگرفته به صورت مرتب و منظم اقدام کنه. حالا لازمه به این واقعیت توجه کنیم که برای این موجود نوپا برخی از مسائل بلافاصله مطرح میشه و البته بعضی هم با گذر زمان و به مرور ایام پیش میان و لازمه که گردانندگان آلترناتیو از احتمال پیش آمدن همه اینها آگاه باشه، به اونها فکر کرده باشه و برنامه داشته باشه. از این منظر که نگاه کنیم میتونیم وضعیت حال و آینده نهاد مدعی آلترناتیو بودن رو تا حدودی که به کار نظریه ما به خود حدس بزنیم. اما من در این مرحله که همچنان مشغول بررسی روند آلترناتیو سازی هستیم میتونم چند موضوع رو مطرح کنم تا در مورد هر کدوم از اونها امروز یا در برنامه های آینده به بحث و هماندیشی بپردازیم. از نظر من در میون این موارد که میخوام ذکر بکنم، مهمترین امری که باید در مد نظر گردانندگان آلترناتیوی که اعلام موجودیت کرده باشه، استمرار و تداوم و پایداری نام داره. هر صدا با یه معنی. اجازه بدید توضیح بدم که چرا از نظر من این مرحله حائز اهمیت اوله. من در برنامه گذشته توضیح دادم که اثر اولیه‌ای که آلترناتیو به هنگام اعلام موجودیتش بر مخاطب میگذاره، عموماً در مخاطب تصویری برجسته یا ضعیف، علاقمند کننده یا زننده، امیدوار کننده یا تأسف بار ایجاد میکنه که همه اینها در سرنوشت آینده آلترناتیو بسیار مؤثرن. حالا میخوام توضیح بدم که چرا ادامه حضور و کوشش برای حفظ موقعیتی که به دست آمده کلید اصلی موفقیت در جلب نظر میلیونی مردم است. در فارسی ما یه ضرب المثلی داریم که میگه از دل برود هر آن که از دیده برفت. من نمیگم که این یه قاعده کلیه، چرا که ممکنه در مورد عشقهای عمیق چه به یک انسان، چه به یک سرزمین
چه به یک موضوع، این امر صادق نباشه. حتی همین سعدی میگه که دیگران چون بروند از نظر، از دل بروند. تو چنان در دل من رفته که جان در بدنی. اما این قاعده قطعاً در مورد نهادی که میخواد حکومتی رو بر بیاندازه و جانشینی رو به قدرت برسونه حتما صادقه. یعنی شما نمیتونید امروز اعلام موجودیت کنید و از فردا برای مدت مدیدی خبری از شما نباشه. این غیبت از جنس بسیاری از غیبت‌های دیگه نیست. مثلا نمیشه انتظار داشت که وقتی شما برای مدت درازی از خیشاوندان و موتم خودتون دور هستید، اونا رو فراموش کنید. حتی ممکنه در ایام جدایی میل شما به اونا بیشتر هم بشه. اما این نوع میل در کوره زمان و مکان و به تدریج به وجود آمده و در ذهن ما ماندگار شده. اما به نظر من پیدایش نهاد آلترناتیو همیشه و در گوهر یک امر غافلگیر کننده، نو و امید دهنده است. مثل چراغیه که در تاریکی روشن میشه و خب اگه زود خاموش بشه از یاد هم میره. بنابراین گردانندگان یک آلترناتیو هم باید برای تداوم حضور خودشون در صحنه سیاسی برنامه داشته باشند و هم باید بدونن که چگونه خود و تشکیلات خودشون رو مستمرن در برابر چشم و گوش و ذهن مردمان بیشماری زنده نگه بدارن. از نظر من اغلب شکستایی که پیش آمده و در پی اعلام موجود یک نهاد بوده به اون علته که گردانندگان نهاد برنامه ای رو برای استمرار حضور در صحنه پیشبینی نکردند. نکته دیگه رو خدمتتون عرض کنم. نهاد آلترناتیو برای کاری پا به میدون گذاشته که انجام اون از عهده سازمان‌های سیاسی نوع دیگه خارجه. این نوع دیگه، این سازمان‌های نوع دیگه اگر فعالیت خودشون رو معطوف افشاگری و شکایت بکنند، نهاد آلترناتیو نمیتونه این کارو بکنه، بلکه آمده که با استفاده از اون چه اونها افشا کردند و در مورد شکایت دارند راه حل نشون بده و بگه که قصد داره چگونه اوضاع رو به نفع ملت ناراضی برگردونه و حکومت استبدادی و ایدئولوژیک رو از پا در بیاره. در واقع آلترناتیوی که در هر پیش آمدی اعلامیه افشاگرانه و تفسیری بده، رفته رفته به یک سازمان عادی مخالف حکومت اسلامی تبدیل میشه و لباس آلترناتیو بودن رو باید از تن خودش در بیاره. معنی این حرف چیه؟ معنی این که بیان دردها کار آلترناتیو نیست، بلکه آلترناتیو آمده تا برای دردهای جاری دوا و علاج داشته باشه. ببینید، یکی از نتایج صدور این اعلامیه‌ها تبدیل شدن به نهادهای رزمنده به ماشین‌های صدور اعلامیه است. کار دیگه‌ای که ندارن، علت وجودشون اینه که در هر موردی اعلامیه بدن. یعنی کاری که اغلب سازمان‌های سیاسی به طور مداوم انجام میدن، معتاد به اون میشن و در سیر ایام از اونها فقط یک ماشین صدور اعلامیه باقی میمونه و محتوای این اعلامیه ها هم مسائلی هست که خود مردم نسبت به اون آگاه تر هستند. نهاد آلترناتیو اگر هم اعلامیه‌ای صادر کنه، نباید در مسیر افشاگری و شکایت از وضع موجود باشه،
بلکه لازمه که به راه حل‌های براندازانه اشاره کنه و به مردم نشون بده که چگونه میخواد برای حل مسئله مبتلا به مردم اقدام کنه. در پایان عرضم، اگر بخوام مهمترین وظیفه آلترناتیو رو جمع‌بندی کنم و به جوانب مختلف اون بپردازم، باید بگم که آلترناتیو در پی اعلام موجودیت باید همواره به عنوان یک دستگاه راه حل ارائه دهنده عمل کنه و در این راستا همچنین از توقف و غیبت‌های بلند مدت خودداری بکنه. اجازه بدید که نکات دیگری که مربوط به جوانب فعالیت نهاد آلترناتیو هم در ودو ورود و هم در جریان کارش عرض کنم که باش روبرو میشه رو در برنامه‌های آینده پیگیری کنیم. ممنونم. همونطور که دیدید امروز میخواییم به مسائل و مشکلاتی که آلترناتیو در پی اعلام موجودیت باید انجام بده بپردازیم. شاید لازم باشه برای بینندگان و شنوندگان این برنامه ها توضیح بدم که هر هفته یکی دو روزی مونده به شرکت در نشست هم‌اندیشی، دکتر نوریالا ویدیوی کوتاهی رو مثل یک درس تهیه میکنن و در اختیار اعضای حزب میذارن تا اعضایی که داوطلب شرکت در هم‌اندیشی میشن اون رو مشاهده کنن و یکی دو روزی به تفکر در مورد مطالب اون اختصاص بدن و با دست پر به اتاق هم‌اندیشی بیان. الان هم دوستان حضور دارن و اولین نفری هم که برای صحبت وقت گرفته آقای حسین سایی. بفرمایید، خواهش می‌کنم آقای سایی. ممنون خانم قیاسفر. باید تشکر کنم از دکتر با این ویدیوهای بسیار آموزنده و خوبی که تهیه می‌کنن برای هر دفعه. در مورد دو موردی که امروز راجبش قرار بحث کنیم و مطرح شده، در مورد اول که عدم غیبت بعد از اعلام موجودیت و شروع فعالیت هستش، خب این قطعا نکته بسیار مهمی هستش که طیف شنونده یا طرفدار اون آلترناتیو باید از حضور این سیستم یا تشکیلات رهبری کننده اطمینان داشته باشه و همیشه اونو در کنار خودشون حس کنن، وگرنه اون اطمینان و به حساب تعلق خاطری که دارن نسبت به اون سازمان از دست میدن. ولی کن به نظر من در این مورد یک کار مهم دیگه هم که باید انجام بدیم و شاید مربوط میشه به این حضور، ارتباط دو طرف داشتنه. یعنی علاوه بر این که ما یا اون تشکیلات منظورم هستش اقناع میکنه طرفدارها رو با حضور خودش با اعلامیه ها و دستورات یا اون برنامه‌ای که برای اجرا داره، همزمان به نظر من خوبه که بتونه از سمت مقابل هم فیدبک هایی از جامعه دریافت کنه و بر اساس اون بازخوردی که دریافت میکنه روی برنامه ها و پلان های بعدیشون تأثیر بذارن و در نظر بگیرن اون بازخوردها رو. در رابطه با مسئله دوم که فرمودن جناب دکتر از نظر اینکه راهکار ارائه بده، به نظر من یک کم شاید مشکل باشه در ابتدای امر، از این جهت که عملا تشکیلات آلترناتیو بازوی عملیاتی داخل جامعه نداره، یعنی عملا دستگاهی نداره که بخواد اونجا وارد شه و اقتصادی رو کنترل کنه یا به طور مثال نیروهای نظامی رو بخواد کنترل کنه و رویهشون عوض کنه و اینا. ولیکن شاید بشه با راهکارهایی که میده از جامعه و عموم مردم خواهش کنه که به نوعی بتونن اقداماتی که لازم هست برای براندازی، به طور مثال شاید بتونیم به اعتصابات کارگری بگیم یا اعتراضاتی که به صورت مدنی تو کل جامعه انجام میشه، به اینا اشاره کنیم، به عنوان یه پلان راهنمایی کنه و کمک کنه مردم رو به سمتی که به سمت براندازی حرکت بشه و اون اهدافی که آلترناتیو در نظرش داره رو
محقق کنه به نوعی. من مورد دیگه الان به ذهنم نمیرسه، امیدوارم دوستان بتونن کامل کنن کامنتای منو. ممنونم، سپاسگزارم. بفهمید آقای دکتر نوریالا. من فقط خواستم این رو توضیح بدم که حرف من این نبودش که مرتب دستورات بدم که اینجا چی میشه اونجا چی میشه. منظور من این بودش که اکتفای به شرح درد نکنم، بلکه امید بدن، راه چاه نشون بدن و عرض کنم که تبدیل به ماشین اعلامیه های توجیهی نشد در مورد اینکه آه گوش گرون شده، نمیدونم این مسئله اینطور شده. این درد رو اضافه میکنه، در حالی که اگر که طبیب حاضری آمده که مسئله رو حل بکنه باید راه حل داشته باشه، یا اینکه نهضت رو نشون بده که داره به سوی براندازی حرکت میکنه. همطور که خود آقای سایی گفتن، اشاره به مثلا مقاومت های داخلی کشور و این احوال، همه اینا جنبه مثبت داره، در حالی که ناله کردن از اوضاع و شکایت کردن بیشتر مردم رو ناامید میکنه. من منظورم این و ضمن این که این در واقع کاری هستش که مردم ایران تا حدود زیادی انجامش دادن، یعنی حتی از علاوه بر فاز افشاگری، فاز مخالفت سلبی رو اثر گذروندن و الان وارد مرحله‌ای شدن که خواسته های ایجابی کم کم داره نمایان میشه و کاری که آلترناتیو باید انجام بده پاسخ دادن به اون خواسته های ایجابی هستش که از جانب مردم طرح میشه و یا حتی خواسته های ایجابی که خود آلترناتیو تشخیص میده که الان شرایط ایجاب میکنه که برقرار بشه و در واقع طرح بشه و پاسخی به این طرح داده بشه. درست میگم؟ سپاسگزارم. آقای محمد مکرمی بفرمید، خواهش میکنم، سخن شما رو میشنویم. ممنونم خانم قیاسمند. جناب دکتر خیلی واضح و روشن بیان کردن که آلترناتیو خب در پی اعلام موجودیت باید راه حل ارائه دهنده باشه. برداشت من این بود که این به معنی همون ریسپانسیو یا پاسخگو بودن هستش. به چی؟ به تمام اون سوالاتی که مردم ناراضی از وضع موجود دارن. راه‌حل‌های براندازانه برای این سوالا ارائه دادن هستش و این جواب‌ها به نظر من باید مطابق با نیازها و شرایط کنونی جامعه باشه. برای مثال شما نمیتونید به یه نفر در سال 2022 که میخواد قدم در تاریکی و باد شدید بگذاره مشعل یا شمع رو معرفی بکنید. اگه این کار رو بکنید به مخاطب میفهمونید که شما خیلی از زمونه عقبید و درکی از شرایط کنونی هم خب مسلماً ندارید. در ضمن باید به این هم توجه داشت که نباید راه‌حل‌های شما رو شرایط به کل تغییر بده، بلکه راه‌حل‌های شما باید شرایط رو تغییر بده، راه‌حل‌ها باید اون شرایط رو عوض بکنن. در ضمن نباید امروز راه‌حل ایدئولوژیک استبدادی ارائه بدین، فردا طبق شرایط راه‌حل سکولار دموکرات ارائه بدین، کاری که مجاهدین کردن. اینجوری مخاطب متوجه میشه که شما به عنوان یه مدعی آلترناتیو ثبات فکری و تصمیم گیری هم مسلما ندارید. نتیجهش به نظر من کاملا مشخصه، همون حقانیتی هم که از بسیار طرق که یکیش همون تعیین هدف بود، یک شبه و به یک باره و یا کم کم از دست میدین. این تصور من از صحبتای جناب دکتر توی اون قسمت راه حل ارائه دهنده بودن آلترناتیو این بودش. متشکرم. اگه دوستان تکمیل کنن یا اینکه اگه اشتباهی توی صحبت‌های من بود باز گوش زد بکنم. متشکرم. سپاسگزارم. خانم سارا فرزان بفرمایید، خواهش میکنم. بله، من در ادامه صحبت‌های دوستان و صحبت‌های جناب دکتر نورعلی می‌خواستم به چند نکته اشاره کنم و اون اینکه در صورتی که آلترناتیوی که اعلام موجودیت کرده تمام ملزومات
در واقع ملزومات و پیش بایسته هایی که لازمه برای اینکه یک آلترناتیو خودش رو مطرح بکنه که ما در جلسات در 35 جلسه بهش پرداختیم، اون موقع هستش که آلترناتیو میتونه در واقع ادعا بکنه که میتواند آلترناتیو حکومت یا در واقع اون ساختار سیاسی اون جامعه باشه، که اینجا ما اختصاصا داریم در رابطه با ایران صحبت میکنیم. در صورتی که تشکیلات ایجاد شده باشه، طرح و برنامه وجود داشته باشه، مانیفست محکمی بر اساس نیازها و آنچه که خواسته های ایجابی مردم هست در واقع وجود داشته باشه، اینجاست که دیگه بار سنگینی بر دوش آلترناتیو و تشکیلات آلترناتیو گذاشته میشه، که مهمترین اون تداوم برنامه و داشتن طرح برای مسائلی هستش که مردم، مسائل روزی که مردم در کشور با آن مواجه هستند. اگر بنابر این باشه که آلترناتیو سازمانی رو، آلترناتیو تشکیل بشه و از مجموعه تشکیلات آلترناتیو یک گروه متفکر، یک اتاق فکر درستی برای برنامه ریزی آینده کشور، طرح و برنامه برای آینده کشور وجود نداشته باشه، بنابراین آلترناتیو ادعای در واقع پوچ و عوضی کرده بر آلترناتیو بودن خودش، چرا که در دورنما و پرسپکتیوی برای آینده‌ای که میخواد قدرت رو در دست بگیره نداره. بنابراین لازم هست که آلترناتیو به محض اینکه اعلام موجودیت میکنه، توان و قدرت اینو داشته باشه که یک دولت موقت فراحزبی و دولت موقت در واقع فرضی رو تشکیل بده که در اون ساختار اتاقهای تشکیل بشه که افراد متخصص بتونن در مورد طرح و برنامه هایی که مربوط به آینده کشور هست اعلام نظر و طرح و برنامه بکنن. ما الان در حوزه های مختلفی در جامعهمون دچار مشکل هستیم. دست به هر قسمتی تو جامعه میزنید پر از آسیب هست، از آموزش و پرورش گرفته تا اقتصاد، تا صنعت، تا بهداشت، تا خدمات، تا کشاورزی، تمام این قسمت هایی که در واقع دچار آسیب هست، آلترناتیوی که میخواد بر حقانیت خودش صحه بذاره و اعتبار خودش رو علنی بکنه، اعلام موجودیت کرده، حالا باید اعتبار عمومی کسب بکنه. آلترناتیوی میتواند اعتبار عمومی کسب بکند که شروع به برنامه و طرح و در واقع طرح و برنامه خودش رو مطرح بکنه و بره سراغ حل مسئله، یعنی شروع کنه در حوزه های مختلف. شاید بشه گفت همون بحثی که تحت عنوان ققنوس علمی شاهزاده رضا پهلوی ایجاد کردن، اون باید در بیاد در دل آلترناتیو، در بخشی از فعالیت های آلترناتیو قرار بگیره، به جز این که میتواند در بخش دیگر هم به استراتژی ها و اهدافی که برای دستیابی به در واقع دستیابی به هدف اصلی که رسیدن به سکولار دموکراسی هست، از طریق اون استراتژی براندازی کار بشه و اینجا هم میتونه یک بخشی به عنوان یک وزنه قوی در حوزه سیاست کار کنه. بنابراین آلترناتیو کارش فقط این نیستش که یک مانیفست بده و یک اعلام موجودیت بکنه و یک سری شعارهایی رو مطرح بکنه. باید با برنامه اولا به تداوم کار خودش ادامه بده، نه اینکه مثل یک ترقه یا خصوصا میخوام مثل یک شعله خیلی شعله در باد یا مثل یک جرقه بیاد و بره و مردم دوباره پیگیری کنن چی شد. یادمون باشه که در بخش نمونه برداری ادراکی، در بخش برخورد اول، ما گفتیم آلترناتیوی که میاد و در ذهن مردم انتظاراتی رو ایجاد میکنه، در صورتی که نتواند به ادامه مسیر خودش با تداوم و با برنامه جلو بره، خیلی زود شعله ایست که خاموش میشه و به فراموشی سپرده میشه. و به نظر من وجود این مجموعه هایی که بدون طرح و برنامه به اعلام موجودیت میپردازن، جز ضربه زدن به ساختار آلترناتیو سازی، کار دیگه ای نمی کنن. و اینجاست که ما میبینیم که قبل از اعلام موجودیت چقدر لازم هست
که ما اون ملزومات قبلش رو داشته باشیم، در واقع به تشکیلات اهمیت داده باشیم و تشکیلات سازی رو قوی کرده باشیم و زمان و زمان سنجیمون برای اعلام در واقع موجودیت زمان درستی باشه، به گونه‌ای که بتونه حمایت‌های خیلی وسیعی رو در بر داشته باشه. برای همین ضمن اینکه ما اعتقادی به حزب سکولار دموکرات ایرانان، اعتقادی به تبدیل شدن طبق فرمایشات دکتر تبدیل شدن به ماشین اعلامی پراکنی و در واقع شعارهای آنچنانی دادن نمیبینیم، بر این باور هستیم که بیش از هر چیزی آنچه که آلترناتیو رو به اعتبار به آلترناتیو میبخشه داشتن برنامه هستش، برنامه‌ای که میره برای حل مسائل و مشکلات و نیازهای فعلی مردم، نه اینکه در واقع ما فقط صرفا اطلاعاتی رو تحت عنوان در واقع افشاگری هایی در حوزه فساد حکومت، در حوزه اختلاس، در حوزه جنایت حکومت، اینها اطلاعاتی هستش که همه روزه داره از طریق همه سوشیل مدیا این اطلاعات داره بیرون میاد. بنابراین یک آلترناتیو اهمیتش خیلی بالاتر از این باید باشه که صرفا به ارائه یک سری اطلاعاتی که در همه جا وجود داره دوباره بیاد بر اون اطلاعات صحه بذاره و هی اونو تکرار بکنه. اون چه که مهمه اینه که امروز آلترناتیو میتواند در حوزه‌های مختلفی که مشکلات اساسی در جامعه وجود داره ورود پیدا بکنه و برای اونها راه حل ارائه بده. اینجاست که مردم و مخاطبین آلترناتیو هم رفته رفته اون اعتماد رو کسب خواهند کرد. سپاسگزارم. خیلی ممنونم. عرض کنم که آقای دکتر اول بفرمایید شما نقطه نظری دارید تا اینجای بحث احتمالاً؟ بسیار خوب. من وقت گرفتم که عرض کنم که همیشه اولا چیزی که خیلی همیشه البته تو صحبت‌های دکتر نوری الان فکر می‌کنم هفته گذشته بود که به محض اینکه یک گروهی میخواد آغاز به کار کنه، مثلا چیزی که تا الان به نظر اومده گروه هایی که احتمالاً به نظر میرسه که به قصد آلترناتیو سازی شروع کنن به فعالیت کردن، در همون ابتدای کار به محض اعلام موجودیت انتقادات زیادی ازشون میشه. در ادامه صحبت خانم فرزان اینو بگم که اگر اون تشکیلات سازی قوی باشه، یعنی اعضایی که انتخاب شدن اعضای قدرتمند و تخصصی باشن در برابر انتقادها و احتمالاً ابهاماتی که به وجود اومده به طور دقیق بتونن اونها رو برطرف کنن، همین کار میتونه در تکرار و استمرار فعالیت اون گروه تاثیرگذار باشه. یعنی اینطور نباشه که موقعی که احتمالاً افترایی زده میشه یا انتقاد یا ایرادی گرفته میشه که متاسفانه در بین گروه های سیاسی کمی هم بی‌ادبانه است اینگونه ایرادها و انتقادها، گاهی هم از کمی بیشتر میشه، این توان و این قدرت رو داشته باشه که بتونه اون ابهامات رو به طرز منطقی و مدرن برطرف بکنه و روشن بکنه، وگرنه باید بره یه گوشه وایسه و تماشا کنه. یعنی این اتفاق من فکر می‌کنم زیاد افتاده. اما یه نکته دیگه امروز که داشتم صحبت‌های دکتر نوریالا رو گوش می‌دادم داشتم به این فکر می‌کردم که این نکته استمرار در صحبت دکتر نوریالا خیلی اهمیت داره و من فکر میکنم یه نکته دیگر رو هم باید به این مجموعه از احتیاط‌ها اضافه کرد و اونم این که وجود تنوع در جلب نظر عمومیه، یعنی اهمیت زیادی داره که تنوع در فعالیت‌های اون گروه وجود داشته باشه. بهتره گروه مصممی که قصد ایجاد آلترناتیو رو داره راه‌هایی رو پیدا کنه برای اینکه از طریق اون بتونه از تکرار و تکراری بودن پرهیز کنه. البته که مطرح کردن مطلبی که با مطالب قبلی متفاوت باشه خیلی هم کار راحتی نیستش، مخصوصا در فعالیت‌های سیاسی، به ویژه اینکه همه اکثرا دارن به قول دکتر نوریالا تبدیل شدن به ماشین اعلامیه دادن و بیانیه دادن. انجام دادن فعالیتی که متفاوت باشه با اون چه که دیگران انجام میدن اصلا کار راحتی نیست و
اتفاقا به وجود یه ماشین نوآوری این وسط احتیاجه، و اگه روال یه گروه فعال به سمت تکراری بودن پیش بره، چه تکرار فعالیت هایی که خودش پیش از این انجام داده و چه تکرار فعالیت هایی که سایر گروه ها انجام دادن، در این صورت نمیشه، من فکر میکنم نمیشه امید زیادی به موفقیت اون گروه داشت. البته که این موضوع در اکثر فعالیت‌هایی که میخواد به سمت بازدهی پیش بره به نظر من صدق میکنه. مثلا همین برنامه روزگار آلترناتیو که به لطف و همکاری شما دوستان داره ساخته میشه، واقعا تا حالا میتونم بگم که هرگز از لحاظ محتوا و موضوع دچار تکرار نشده. و اعتراف میکنم که اوایل وقتی دکتر نوری‌علا تهیه این برنامه ها رو به حزب پیشنهاد کردن، فکر نمی کردم که 36 هفته و 36 برنامه رو ما در بحث راجع به روند آلترناتیو سازی بتونیم به این خوبی و میتونم بگم متنوع پیش ببریم، و هر هفته هم با حرف تازه‌ای که با یه حرف تازه‌ای که گاه هم هیجان انگیز میشه به برنامه بیام. در نتیجه همین برنامه خود ما به ما این درس رو داده که اگر یک نهاد آلترناتیو براش مهم باشه که یک وقت دچار فراموشی و بیتفاوتی در نگاه مخاطبای خودش نشه، لازمه که هم در کارش استمرار داشته باشه و هم دچار تکرار کارهای گذشته خودش و کارهایی که سایر گروه ها انجام میدن نشه. وگرنه با کمال تأسف باید بگم که این تکرار میتونه اون گروه رو اصلا از نگاه عموم محو کنه و با تکراری بودن اون گروه به پایان خودش میرسه. و اما نفر بعدی که وقت گرفته خانم شبنم بدری، بفرمایید. خواهش می‌کنم خانم بدری. مرسی، ممنون خانم قیاسمند، خسته نباشید. در ادامه حرفای آقای دکتر و دوستان می‌خواستم در مورد ارائه راه حل صحبت کنم و یک مثال بزنم. خب آلترناتیوی که در حال حاضر میخواد اعلان موجودیت کنه و فعالیتش رو شروع کنه، مسلماً نمیتونه از راه نشون دادن نتایج پیاده سازی ایده هاش خودش رو ثابت کنه، چون خب الان که امکان اجرا پیاده سازی ایده هاش و راه حل هاش رو خب نداره. ولی فکر میکردم که چه راه حل هایی میتونه نظر مردم رو جلب کنه. شاید راه حل هایی که هوشمندانه تر باشه، حداقل مردم این رو ببینن، چون فکر میکنم مردم ایران در حال حاضر بعد از شنیدن این همه صحبت و حرف توی این 43 سال تشخیص میدن که حالا دیگه چه کسی فقط صحبت میکنه، چه کسی داره راه حل راه میده، اون هم راه حل هوشمند. راه حل هوشمند رو حالا میخواستم با یه مثال ساده توضیحش بدم که منظور من چی هستش از راه حل هوشمند. مثلا فرض کنیم که دو نفر، یکی با قد کوتاه یکی با قد بلند، نیاز دارن که به طور مدام در طول روز از یک کابینت یا کمدی که یک جای نصب شده استفاده کنن. خب فردی که قدش بلنده راحت استفاده میکنه از اون، ولی فردی که قد کوتاهی داره یا بعد از فرد دیگه کمک بگیره یا اینکه حالا از یه چهارپایه وسیله چیزی استفاده کنه، یعنی کمک به نیاز داره به یه فرد دیگه یا به حالا به چیز دیگه. خب اگر این توی ذهنم اومد، اگر از یه عده ای از چپهای ایرانی سوال کنی، مدام میگن که مدام به اون فرد قد کوتاه کمک کنی. اصلا انسانیت حکم میکنه که مدام یه نفر دیگه بهش کمک کنه یا یه چیز دیگه بهش کمک کنه. منظورم هم حالا اون عده از روشنفکرهای چپ هوشمند و مدرن نیست، دارم عده ای از چپ های حالا به خصوص قدیم ایران رو بهش اشاره میکنم. ولی خب شاید مردم دیگه این راه حل ها رو نمیپسندن. شاید اونها فکر میکنن که اوکی، میشه مانع رو رفع کرد، میشه مشکل رو از میان برداشت، میشه مثلا خیلی راحت جای کابینت رو عوض کرد، به جای کمک مداوم به فرد قد کوتاه و تبلیغ این که این کار ما خیلی انسانیه، نیاز هست که این کار رو بکنیم. راجع به راه حل صحبت کردن میگم، این به ذهنم اومد که راه حل ها دیگه باید این دوره از حد حرف که هیچی بعد بگذاریم و فراتر بره و به قول شما جدیدتر باشه.
چیزی که جدیدتر و جالبتر باشه و متفاوت باشه. این طوری شاید بتونه میگم نظر زیادی از مردم رو جلب کنه، چون میتونه بهشون ثابت کنه که جمهوری اسلامی داره دلایل واهی، بهانه های واهی میاره که تمام مشکلات و ویرانی های مملکت رو میندازی گردن دشمن برای اینکه بیکفایتی و اختلاس و دزدی ها و فساد خودش رو پنهان کنه. و خب مسلماً ارائه این راه حل ها نیاز داره که متخصصات در تمام زمینه ها در اختیار و در خدمت اون آلترناتیو باشن. همونطوری که دوستان هم اشاره کردن، خانم فرزان هم اشاره کردن که نیاز داریم مثلا در تمام حوزه علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فنی، بهداشت، درمان، غیره و غیره متخصصا رو داشته باشیم. و چیز دیگه که به نظر من مهم هستش در این میان این هست که تمام این افراد بتونن راه حل هاشون رو با توجه به اصول مرتبط به توسعه پایدار ارائه بدن که حالا تا به امروز شامل رسیدن به 17 تا هدف میشه. هدفهایی مثل اینکه مثلا فقر و گرسنگی از بین بره، توسعه اقتصادی و صنعتی داشته باشیم، تا اهدافی مثل کاهش نابرابری ها، برابری جنسیتی، صلح و عدالت و نمیدونم قانونمندی، تا حالا همینطور اهدافی مثل استفاده حالا حداکثری از انرژی پاک و غیره و غیره. منظورم این هستش که اگه اون راه حل ها با توجه به اصول مرتبط با توسعه پایدار و همه جانبه نباشه، امکان برگشتن مشکلات وجود داره و باعث میشه که حتی اگر به طور موقت به نتیجه مطلوب برسیم، باز هم نتونیم به طور پایدار این وضع رو و با ثبات حفظش بکنیم. مسئله دیگه هم که میخواستم بهش اشاره کنم این هستش که اگر اون آلترناتیو بر سر یک سری اصول مهم به توافق رسیدن، توی هیچ زمانی بین راه نباید اون اصول رو به بهانه های مختلف فراموش کنن. مثلا اگر ما به این باور داریم که راه رسیدن به آزاد ایران آباد و آزاد از با استفاده از دموکراسی و سکولاریسم ممکن میشه، دیگه وسط راه حق نداریم بگیم که اوکی مردم نکنه الان سکولاریسم رو اشتباه بگیرن به با اسلام ستیزی، پس بهتره حالا خیلی ذکر نکنیم، به سکولاریسم خیلی اشاره نکنیم. یعنی به جای اینکه بیایم تمام تلاشمون رو بذاریم برای توضیح سکولاریسم به درستی به مردم و جذب همراه‌های بیشتر، بیایم کوتاه بیایم از اصول و خواسته هامون، فکر میکنم این هم یک مشکل مهمیه. یا اینکه بگیم مردم در اون منطقه یا مردم با توجه به شرایطی که دارن الان تاب و تحمل دموکراسی و سکولاریسم رو ندارن، نمیشه از راه دموکراسی توی اون مملکت الان به اهداف مورد نظر اون برسیم، پس فعلا بیایم از راه دیکتاتوری مشکلات رو حل کنیم به یه نتیجه برسیم، بعد حالا بخوایم دو مرتبه دموکراسی رو پیاده کنیم. ولی این نکته به نظرم خیلی مهمه که کوتاه بهش اشاره کردم، که اصولا چیزی که خیلی بابه در تشکیلات، در راه افتادن یک تشکیلات و در شروع فعالیتش، یعنی بعد از اعلام موجودیتش، اتفاقی که میفته چون تشکیلات سیاسی هست، توسط گروه هایی که زاویه پیدا میکنن، حالا گروه های چپ، گروه های راست، گروه های میانه، اونهایی که مخالف سکولاریسم هستن، اونهایی که مخالف دموکراسی هستن، اینا همه شروع میکنن به یک سری سخن پراکنی و حتی مثلا میرن گذشته اعضایی که انتخاب شدن تو این گروه رو وارسی میکنن، از تو گذشته اینها یک کنکاش میکنن و یک نکاتی رو در میارن که شاید اصلا خیلی بیمنطق باشه، ولی همونها رو سند میکنن برای که اون شخص رو تخریب کنن. و اتفاقی که میفته متاسفانه در بین فعالین سیاسی، به ویژه فعالین سیاسی ایرانی، اون مقابله‌ای که لازمه و اون در واقع روشی که بتونن منشی که بخوان به خرج بدن، روشی که بخوان به خرج بدن و اون سخنی که بتونن در مقابل اون محتوایی که بخوان ارائه بدن، خیلی منطقی نیست اصولا و موضع دفاعی داره. یعنی میرن پشت یه گارد
و شروع میکنن تمرکزشون رو میذارن روی یه نکات دیگه و اونها هم شروع میکنن به تخریب کردن دیگران و اون روش انقدر ادامه پیدا میکنه تا فعالیت اون شخص، اون عضو خاص توی اون گروه میایسته از حرکت و اون شخص دیگه باید بره کنار، چون ادامه فعالیتش تو اون گروه رو خراب میکنه و تک تک اعضا همینجور. علاوه بر اون، همین گروه هایی که نام بردم که تخریبگر هستن از بین خود اعضای سیاسی اپوزیسیون با توجه به اختلاف فکری که با هم دیگه دارن، رژیم رو هم نباید دست کم گرفت. یعنی حکومت اسلامی ایران هم اینجا این وسط به محض اینکه میفهمه که یک گروهی داره پا میگیره، شروع میکنه برای تخریبش اصلا پرونده سازی میکنه، حتی هزینه میکنه، چرا نکنه، برای اینکه میخواد خودش رو حفظ کنه. و متاسفانه اون از قبل آمادگی لازم رو از لحاظ روانی به نظر من اعضایی که انتخاب شدن، اصولا اعضایی که فعال سیاسی هستن، میبینی خیلی متخصصه، خیلی تحصیل کرده است، اما اون آمادگی روانی رو نداره برای مقابله کردن، برای روبرو شدن، نه جنگیدن، برای روبرو شدن و پاسخ منطقی دادن به یک سری ابهامات و به یک سری دروغ هایی که علیهش ساخته شده، بلکه شروع میکنه به جنگیدن و احتمالا رفتاری رو از خودش بروز میده که دیگه باید بره کنار. همه اینا رو گفتم که بگم یکی از دلایلی که خیلی وقتا گروه ها نمیتونن به فعالیت ادامه بدن اصلا همین موضوعه و همین باعث میشه که استمرار برداشته میشه، درست بعد از اعلام موجودیت استمرار حذف میشه از فعالیت یک به یک اعضا و بعضی وقتا هم به صورت کلی کل مواضع اون سازمان زیر سوال میره و اون موقع دیگه اون سازمان دیگه باید خدافظی کنه از عرصه فعالیت سیاسی. من فکر میکنم یکی از صفاتی که باید آلترناتیو یا تشکیلات سیاسی که داره مقابله میکنه حالا با یه حکومتی اصلا یا اصلا فعال خود حکومت، شفافیت هستش و اینکه اعضای اون تشکیلات باید با شفافیت کامل با مردم مواجه بشن. اگر نقطه سیاهی تو بک‌گراندشون، تو قبل، تو پیشینهشون وجود داره، اگر لازم هست، حالا با معمولا اینجور چیزا رو به اشتراک میذارن با همگروهیاشون، با سران حرکت یا تشکل و با مشورت میکنن که لازمه مثلا این نکته رو من در گذشتم داشتم، لازمه که این مثلا عمومی توضیح بدیم، راجبش صحبت کنیم یا خیر. یه دونه مثال اینو ما توی سوئد داشتیم که یک ایرانی تباری که تازگی فکر کنم پارسال هم بود، قرار بود یه وزارتی از وزارتخونه های سوئد رو بگیره به عنوان وزیر شروع به کار کنه، توی بک‌گراند توی زمان دانشجوییش کار دیجی میکرده و سوالی که اینجا خبرنگارات کند و کاو میکنن، همینطور میفرمایین میرن تمام بک‌گراند شخص رو میارن بیرون، راجبش سوال میشه تو جامعه، توی سوشال میدیا، و بعد پرسیده بود ازش که شما پول سیاه هم گرفتی، اصطلاحاً پولی که از بحث مالیات و اینا به دور هست و مالیاتشو پرداخت نکردی و اینا، و اینم گفته بوده آره، و بعد گفتن خب الان یه جرم محسوب میشه عملا توی سوئد، و میشون توضیح داده بود که نه من اینو قبلا هم با مدیر حزب و اینا صحبت کردم و مسئلهشو حل کردیم، مثلا که این دوران دانشجویی، حالا جرم خیلی بزرگی شاید روش حساب نشه و اینا. ولی عرضم اینه که شفافیت یکی از نکات کلیدی و مهم هستش که اعضای اون تشکیلات باید داشته باشن و در تمام فعالیتشون اینو بس بدن. ممنونم.